سلام دوستان خوش برگشتیم به یک هفته نامه دیگر از آکادمی گنج این هفته علاوه بر صحبت هایی که همیشه در هفته نامه ها می کنیم یعنی صحبت کردن در مورد اخبار هفته گذشته اخبار هفته پیش رو نگاهی به فدواش تول به آنچین تکنیکال ها از فارکس گرفته تا کریپتو کارهای دیگه هم با هم داریم به طور خاص میخوایم یک کمی در مورد سنتیمنت بازار کریپتو صحبت کنیم به هر حال وارد یک فاز جدیدی شدیم در حال تحول هستش بازار و خوبه که حداقل هر هفته بیایم و از جنبه های مختلف به این سیستم نگاه کنیم و این هفته میخوایم تمرکزمون رو بذاریم روی سنتیمنت و نظر شرکت کننده های بازار با ما همراه باشین هفته نامه جالبی خواهد خب دوستان مثل همیشه از هفته پیش آغاز میکنیم هفته گذشته روز سهشنبه ما نرخ بهره دلار نیوزیلند رو داشتیم که اعلام شد روی پنجاهیم درصد طبق انتظارات باقی موند و تحولاتی ایجاد کرد در بازار فارکس در جفت درس هفته پیش با هم صحبت کرده بودیم که انتهای ویدیو بهشون میرسیم اما از آمریکا کور پی سی ای ایندکس اعلام شد و چهار دهم ده درصد ماه به ماه افزایش داشتیم در پی سی ای و این خیلی مهم هستش این چی رو داره نشون میده این همون عددی هستش که اگر خاطرتون خاطرتون باشه پی سی ای همون عدد تورمی هستش که فد بهش نگاه میکنه و 4 درصد ماه به ما خیلی خیلی عدد بزرگی هستش آخرین باری که این عدد رو دیده بودیم در می 2023 بوده از اون به بعد همیشه کمتر از 4 درصد بودیم پس این یکمی کمی طبیعتا فد رو نگران خواهد کرد بر این مبنا که نگران خواهد بود که شاید اینفلیشن و تورم به اون نقطه پایانی که فکر میکردن هنوز نرسیده و خب مهر تاییدی خواهد بود بر صحبت هایی که آقای پاول در جلسه قبلی فهمسی کرده بود مبنی بر اینکه تورم تمام نشده ما هنوز با حواسمون باشه و نمیتونیم شروع به کارش بکنیم و این یک مهر تاییدی بر اون سیستم هستش اما از طرف دیگه روز جمعه آیس مانیفکتچرینگ PMI رو داشتیم هفته پیش با هم صحبت کرده بودیم PMI متاسفانه و یا خوشبختانه کمتر از انتظارات دهم ده درصد اعلام شد هر عددی زیر 50 درصد به معنای کانترکشن یا انقباض هستش در مانیفکتورینگ در تولیدات و خب این یکمی خطرناکی است چرا خطرناک هستش چون دقیقا فدر رو در یک در واقع موقعیت آشمز قرار میده از اون طرف تورم در حال افزایش هستش از اون طرف پی کمتر از 50 نشانه از انقباض اقتصاد داره البته خیلی معیارهای دیگر رو باید نگاه کرد کافی نیستش نگاه کردن به پی ام ولی خب پی ام میتونه یک در واقع نشانه اولیه‌ای باشه مبنی بر اینکه اقتصاد فشار نرخ بالا رو روی اقتصاد کاملا داره حس میشه هفته پیش ما راجبه این صحبت کرده بودیم که به نظر میرسه این روند در حال برگشت هستش اما این چهار و هفته همه جوره همه اون معادلات رو به هم ریخت بعد ببینیم چه پیش خواهد اومد ولی میگم فد اصلا جای خوبی نیست از طرفی اگر نرخ بهره بخواد مدت طولانی تری بالا نگه داره باید خودش رو برای فشارهای جدی به اقتصاد آماده بکنه و نتیجهش رو در نرخ بیکاری ببینه که الان به اون هم صحبت خواهیم کرد اما اگه بخواد زود نرخ بهره رو بیاره پایین باید با تورمی که هنوز به نظر زنده است هنوز اون آتیش زیر خاک سر تورم زنده است باید با اون خودش باید سر کله بزنی که هیچ کدومش خوب نیستش اما اگه به هفته پیش رو نگاه بکنیم شاید کمی بتونیم این سایت بهتر و به نگاه بهتری به اوضاع اقتصاد بگیریم اما اول از کانادا شروع بکنیم روز چهارشنبه 6 و 45 دقیقه صبح به وقت غرب آمریکا نرخ بهره کانادا اعلام خواهد شد نرخ بهره پیش بینی این هستش که بدون تغییر باقی بماند روی 5 درصد برای ماه پنجم متوالی اما ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد پیش بینی من همین هستش که روی 5 درصد باقی خواهد ماند ولی خب باید استیتمنتی که بانک اف کانادا میده در همون ساعت رو هم حواسمون بهش باشه در مورد صحبت می‌کنیم مثلا میدونم بچه‌های کانادا خیلی براشون این عدد مهم هستش اما فعلا به نظر میاد که روی 5 درصد باقی خواهیم بود مثل اغلب کشورهای دنیا که همین شکلی دارن پیش میرن نیوزیلند رو دیدیم آمریکا رو دیدیم پوند رو دیدیم همه روی نرخ و فریلند ثابت نگه داشتن و منتظر هستم ببینن که بانک های مرکزی تمام تلاششون این هستش که تا حد امکان دیر این عدد رو بیارن پایین نرخ بهره رو بیارن پایین برای اینکه بتونن تورم رو بیش تا حد امکان کنترل کنن اما باید ببینیم که کی یک چیزی شروع به شکستن میکنه روز پنج شنبه یورو رو داریم یورو هم همینطور برای چهار ماه متوالی الان هستش که نرخ بهره روی چهار نیم درصد باقی مونده انتظار میره که ماه پنجم هم همینطور باقی بمونه پس یک نرخ بهره دیگر رو هم از یورو خواهیم داشت همچنین روز چهارشنبه و پنجشنبه آقای پاول باید برود و تستیفای بکند در مقابل سنا در مقابل مجلس و صحبتهایی بکنه من بیمه که تصمیماتش... تصمیماتی که گرفته رو بتونه توجیح بکنه و همچنین به سوالات نمایندگان مجلس بتونه پاسخ بده شاید از لای اونها هم بشه یک دید بهتری در آورد نسبت به اینکه نظر فد و به طور خاص آقای پاول چی هستش در مورد اوضاع اقتصاد و تصمیمات بعدیش رو بشه بهتر پیش بینی کرد اما روز جمعه روز خیلی جالب و مهمی خواهد بود به خاطر اینکه دو تا عدد اعلام خواهد شد اعداد نرخ بیکاری هم از کانادا و, و هم از آمریکا در آمریکا علاوه بر نرخ بیکاری نان فارم امپلویمنت چینج یا اشتغال غیر کشاورزی تغییر اشتغال غیر... غیر, کشاورزی هم اعلام خواهد شد و این میگم ما پی ام رو وقتی نگاه میکردیم یک کمی لیدینگ ایندیکیتور هستش قبلا روی صحبت کردیم یک کمی آینده نگرانه هستش اما unemployment rate نرخ بیکاری خیلی دقیق تر میتونه اوضاع اقتصاد کف خیابون رو نشون بده و اگر این اوضاع بد باشه از اون طرف تورم هم اوضاع بد باشه میگم هیچ راه فراری برای فد باقی نخواهد ماند و یه جورایی هر چیزی ممکن هستش هفته پس بر همه میگم که هفته بسیار مهمی هستش مخصوصا وقتی به انتهای هفته نزدیک تر بشیم بسیار بسیار اعداد مهم و جالبی اعلام خواهد شد اما اگر الان وضعیت رو بخوایم نگاه بکنیم و نگاهی بندازیم به پیشبینی بازار از تعیین نرخ نرخ بهره بعدی که 16 روز بیشتر با ما فاصله نداریم میتونیم ببینیم که نسبت هفته پیش تفاوت چندانی نکرده بازار تقریبا مطمئن هستش که کاهش نرخ بهره وجود نخواهد داشت بیش از 95 درصد این اطمینان وجود داره و برای جلسه بعد هم همینطور اون هم آنچنان تغییر نکرده خود 70 درصد 73 درصد الان بازار مطمئن هستش که نرخ بهره حتی در جلسه اول می 2024 هم تغییر نخواهد کرد و اولین کاهش نرخ بهره رو اغلب برای ماه جون میبینن اما خب خیلی زود الان بخوایم رج ماه جون صحبت کنیم ولی خب تغییر آنچنانی در نگاه بازار به وجود نیومده اگر که سوال هستش براتون چجوری این عدد حساب میشن حتما حتما ویدیوی مرتبط با این موضوع آموزش این ابزار فدواش تول رو ببینید لینکش رو در کپشن براتون میذارم بسیار عالی خب بریم و راج به ETF ها صحبت بکنیم راجع به ETF ها این چارت رو از سینای عزیز دوباره دارم نمودار این خط مشکی که داریم میبینید مقدار ورود و خروج پول به همه ETF ها هستش و در مجموع در هر روز و روز جمعه اولین ببخشید یک عدد منفی داشتیم خروج پول رو داشتیم به طور کلی از ETF ها 140 میلیون دلار خروج پول رو داشتیم با وجود اینکه 353 میلیون دلار پول وارد ETF ها شد همه ETF ها به جز GBTC شد اما خروج پول از جی بی تی سی میلیون دلار خروج پول در یک روز از جی بی تی سی باز شد که برایند به سمت منفی تغییر بکنه و توی دو روز آخر هفته یعنی پنجشنبه و جمعه یک ممیز صفر نو یک و یک دهم میلیارد دلار پول از جی بی تی سی خارج شد که به قول سینهای عزیز احتمالا مرتبط هستش با لیکویدیشنی که در واقع دا جنسیس داره انجام میده به خاطر فروش هایی که باید انجام بده به خاطر اوضاع بانکراپسی که در واقع کورت چند وقت پیش مشخص کردش اما این اد 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 اگر تموم بشه این خروج بیت کوین ها اگر از بیت جی بی تی سی تموم بشه ما میگم کماکان تقریبا در همه روزها شاهد ورود پول بودیم به بازار ETF های بیت کوین ETF های اسپات بیت کوین و تنها چیزی که این عدد رو همیشه مثبت نگه نداشت خروج پول از GBTC بود به طور کل از ابتدایی که اسپات ETF ها تقعید تقعید در تایید شدن تا به الان هفت ممیز 45 میلیارد دلار ورود پول داشتیم به ETF های بیت کوین و یک عدد خیلی جالبی آقای پامپیلانو اینجا گذاشته و میگه که آقا شما یک معادله رو بعد اینجا نگاه بکنید مقدار بیت کوین هایی که توسط ETF ها دارن خریداری میشن طبیعتا این عدد ثابت نیست این ده هزار اینجا نوشته شده ولی خب برای یک روز خاص هستش اما میگم به هر روزی میتونی نگاه بکنی اما برای اون روز خاص برای به طور خاص 27 فوریه ده هزار بیت کوین توسط ETF ها خریداری شد به خاطر پول های جدیدی که واردشون شد و در هر روز ما حدود 900 بیت کوین توسط ماینرها تولید میشه و این همون عرضه و تقاضا هست اگر کل بقیه بازار کریپتو رو بذاریم کنار که کار اشتباهی هستش صرفا داریم فرض میکنیم چون قبل از اینکه این ETF ها بیان بازم این عرضه و تقاضا وجود داشت اما اگر کلا بازار قبل ایتی ها رو بذاریم کنار فکر کنیم فقط خریدارهای بیت کوین خریداران و فروشندگان بیت کوین فقط اثبات ایتی هستن در روز 27 فوریه 10000 تا بیت کوین ETF ها خریداری کردن 900 تا بیت کوین ماینر ها تولید کردن پس عرضه و تقاضا تقاضای بیشتر از عرضه نتیجه افزایش قیمت بود که این رو هم البته در نمودارها هم دیدیم خب بریم سراغ آنچین به مثل همیشه از شورت ترم هولدر اس شروع می‌کنیم شورت ترم هولدر اس او پی ار روی 1 یک و 1 یک دهم تقریبا 1 و 1 یک دهم رسیده 1.0945 یک و, یک و خب چیز عجیب غریبی نیست در قیمت‌های خیلی بالایی داریم سفر حرکت می‌کنیم و طبق تعریف مخصوصا وقتی نزدیک به آل تایم های میشیم شورت ترم هولدر اس همیشه بالای یک خواهد موند مگر اینکه ریزش‌های شدیدی اتفاق بیفته و این هم صرفا برای اینکه یک یادآوری بکنم اگر ما به اون فاز بول مارکت برسیم شاید اعداد خیلی خیلی بزرگتری در شورت مولر سوپیار خواهیم بود به طور خاص همین شاید یک و یک دهم ده جایی باشه اون مرزی باشه که بعد از اون فاز قدرتمند خرید رو میبینیم در سال 2019 خیلی خیلی کم یک سری زدیم به یک ممیز نزدیک یک ممیز دو دهم ده ولی بله خب سری برگشتیم پایین ولی خب در خود اصل بول مارکت ها رو اگر نگاه بکنیم اعداد بزرگتر حتی تا یک ماه اعداد عجیب و غریبی نیستن و همچنین اگر در سایکل های قبلی رو هم نگاه بکنیم تیم این که اعداد حتی بزرگتر هم دیده میشه در اوج اوج بول مارکت به نظر من نمیاد که الان در اوج بول مارکت باشیم حالا در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد ولی خب در اینکه در یک روند پرقدرت به سمت بالا بودیم و هستیم شکی نیست سوال اینه که آیا این روند به پایان میرسد و یا خیر این رو در تکنیکال ها بیشتر با هم بررسی خواهیم کرد اما اگر به لیکویدیشن های بیت کوین هم نگاه بکنیم میتونیم ببینیم که دو تا لول مهم لیکویدیشن داریم الان در بیت کوین در پایین طبیعتا بالا خیلی خبری نیست یکی در هولوش 61000 دلار هست 61100 دلار هستش و بزرگترینش در هزار دلار هستش قبل از این حرکت بزرگی که از اواخر فوریه آغاز شد به طور خاص یک ماه اخیر رو فعلا داریم نگاه میکنیم اما این مقدار بزرگ لیکویدیشن رو چطور باید بررسی بکنیم اگر به اوپن اینترست و فاندینگ ریت نگاه بکنیم نمودار 4 ساعته رو داریم میبینیم میتونیم ببینیم که فاندینگ ریت اوپن اینترست به شدت در حال افزایش هستش از دسامبر به این و شاید بشه گفت از اول 2024 به این ور افزایش قابل توجه در اوپن اینترست رو داشتیم از حوالی 10 میلیارد دلار الان رسیدیم به 16 میلیارد دلار بسیار بسیار دوباره میگم قابل توجه هستش اما چیزی که مهمتر هست بهش نگاه بکنیم فاندینگ ریتی هستش که اونم به طور خاص از هفته سوم فوریه به این ور از 20 فوریه به این ور اون هم در حال افزایش بوده با مثبت بودنش یه جورایی باید کنار بیایم اگر که ما بخوایم وارد اون فاز بول مارکت اصلی مخصوصا بشیم که میگم دوباره جای بحث داره که واقعا تو اون فاز هستیم یا خیر باید به فاندینگ ریت مثبت بزرگ عادت بکنیم همیشه ترید های لانگ بیشتر خواهند بود در بول مارکت ها از های، تریدر های شورت ولی خب این بالانسشون با اوپن اینترست سنجیده میشه ولی خب چیزی که میتونیم ببینیم که در حال یه جورایی بیش از حد شاید کلمه بهتری به واسه پیدا کرد بودیم و از اون طرف هم فاند افزایش فاندین ریس رو به طور قابل توجهی از انتهای فوریه به این بر از بیستم فوریه به این ور دیدیم خب این یک همین کار رو خطرناک میکنه میگم این حباب رو بزرگ و بزرگتر میکنه و میتونیم ببینیم که اون نقاطی که برای این حباب خطرناک هستش یکی 61 هزار دلار هستش و یکی 50500 هزارو پنصد دلار این دو نقطه ای هستش که میتونه خیلی لرزان باشه خب بریم یکم راجع به سنتیمنت صحبت بکنیم همونطور که در دوره آنچین هم گفتیم بررسی آنچین هم یه جورایی تحلیل سنتیمنت به حساب میاد اما چیزی که ما امروز بهش میخوایم به عنوان سنتیمنت بپردازیم واقعا رفتار شرکت کننده و به طور خاص رفتار ریتیل در داستان هستش که شاید در آنچین و حتی در تکنیکال های کمتر خودش نشون بده خرد فروش ها خرد خ... خریدار ها رو میخوایم با هم بررسی بکنیم و من میخوام این توییت بنجامین کوین رو بخونم و برم پایین تا یه جایش البته از جای بهش تغییر میکنه در یک ویدیوی دیگه به اون میپردازیم اما داستان چیه چند تا نمودار جالب اینجا هست برای اینکه سنتیمنت رو نگاه بکنه اومده به دو تا چیز نگاه کرده یکی تعداد فالوور های جدیدی که اکانت های توییتری که کارشون کریپتو هست دریافت کردن در طول زمان داریم میبینیم و میتونیم ببینیم که وقتی ما وارد اوج بول مارکت میشیم و مخصوصا مخصوصا نزدیک قله میشیم این اعداد بسیار بسیار رشد میکنه و در دد کت باونس که یه جورای اون اوج آلت سیزن هستش میتونیم ببینیم که یک دور دیگه این افزایش رو داشتیم سایکل قبلی سایکل دو قله بود و دو تا قله افزایش توی جدید توییتر رو همینجا میتونیم ببینیم و از این طرف هم میتونیم برای یوتیوب ها،, یوتیوب ها ببینیم سابسکرایبرهای جدیدی که برای یوتیوبر, ها، یوتیوبرهای های اضافه شدن دوباره میتونیم این اوج رو اینجا ببینید البته یک کمی باید با حواس جمع به این اعداد و به این نمودار نگاه کرد چرا که صرفا اینجا داریم به چند تا از در واقع اکانت های خاص نگاه میکنیم طبیعتا اکانت هایی هستن که در این سایکل اضافه خواهند شد همونطور که اکانت هایی بودن که در سایکل قبلی اضافه شدن و رشد کردن بنابراین خیلی خیلی دقیق نیست ولی خب میتونیم ببینیم که یک رشد کوچیکی اینجا اتفاق افتاده اما قابل مقایسه با اتفاقی که در سال 2021 افتاد نیست شاید نزدیکتر و شبیه تر باشه به اتفاقاتی که در سال 2020 داشته میفته و خب این رو اینا رو همه رو میشه با هم جمع کرد و در یک معیاری گنجودش به نام سوشال ریسک یا ریسک اجتماعی که وجود داره و یه جوری میتونه به ما یه حسی بده این عدد که با رنگ قرمز داریم اینجا میتونه یه حسی به ما بده که چقدر خورده فروش ها و ریتیل وارد بازار هست و چقدر نیستش و اگر به این عدد نگاه بکنیم همونطور که بنجامین هم میگه در کجا هستیم در حوالی فاز سال 2019 هستیم و خب این چیزی بود که ما در هفته نامه قبلی هم با هم صحبت کرده بودیم به نظر میاد چه با نگاه کردن به سایکل ها و چه نگاه کردن به سوشال و چه نگاه کردن به وضعیتی که در دوربرمون هستش از آشنایان و دوستان گرفته تا وضعیت کامنت های مختلف تقریبا میشه گفتش که ما یه جایی هنوز من معتقد هستم که در فضای 2019 بیشتر به سر میبریم تا بخوایم بگیم که نه در فضای 2021 داریم به سر میبریم و اون بول مارکت اصلی و برای اینکه علت اینکه من یکمی هزیتنت هستم که بگم نه بول مارکت اصلی الان در حال اتفاق افتادن هستش یکمی این موضوع هستش اما خب کی این سیستم عوض میشه کی ریتیل برمیگرده کی خرده فروش های بیشتری رو خواهیم دید در بازار و تریدرهای های خورد بیشتری رو خواهیم دید در بازار جواب یک کلمه است وقتی که آلتایم های قبلی شکسته بشه اینجا نمودار رو داریم میبینیم چند تا چیز توی نمودار هست برای اینکه گیج من دونه دونه سراغشون میرم اولا به رنگ آبی رنگ, آبی رنگ این ببخشید رنگ سبز رنگ اگر نگاه بکنیم نرخ بهره فد هستش که میتونیم ببینیم افزایش نرخ بهره رو اینجا داشتیم بعد وارد پاز شدیم و یا ثابت موندن نرخ بهره دقیقا اتفاقی که در سال 2019 هم افتاد و دقیقا در همون دوره پاز ما چی داشتیم ما اولین لگ آپ بیت کوین یا اون مینی بل بول مینی بول مارکت بیت کوین رو در سال 2019 داشتیم و می‌بینیم که خیلی شبیهش اینجا داره تکرار میشه از لحاظ اقتصادی کماکان بسیار شبیه سال 2019 هستیم چرا که سختگیری اقتصادی یا تایتنینگ کوانتیتیتیو تایتنینگ هم در حال اتفاق افتادن بود این نمودار آبی رنگ بالانس شیت فد رو داره نشون میده مقدار پولایی که دست فد هست داره نشون میده و خروج پول رو از دست فد داریم میبینیم ولی خب میبینیم که همزمان ما افزایش قیمت بیت کوین رو در هر دو تا مورد یعنی هم در سال 2019 و هم در سال 2023 2024 داشتیم و داریم ولی جایی که پرابولیک میشه جایی که مقدار چه ورود در واقع از سوشال ریسک بیان بکنیم جایی که ریتیل به شدت برمیگرده به بازار کجاست جایی هستش که بیت کوین تایم های قبلیش رو میشکنه و هنوز این اتفاق نیفتاده و مطمئن باشین روزی که بیت کوین تایم های قبلیش رو میشکنه میتونیم با هر معیاری بخوایم بسنجین اگر که توی دوستان و آشنایانتون به کریپتو باز بودن معروف هستین احتمالا روزی که آل تایم های قبلی روزی که 69000 تا شکسته بشه روزی هستش که بیشتر تماس ها و مسیج ها رو دریافت خواهین کرد اگر بین دوستانتون صحبت میکنیم مطمئن باشین روزی که آزایم های شکسته میشه اون روزی هستش که بیشترین صحبت ها رو خواهید شنید و اونجا جایی هستش که ریتل داره برمیگرده و اون چیزی هستش که شاید اون بول مارکت واقعی باشه در مقایسه با این مینی بول مارکتی که شاید به دلایل خیلی داخلی تر ایجاد شده طبیعتا اینو جلسه پیش هم گفتم این بار هم میگم وضعیت متفاوت هستش چرا که در این سایکل چیزهایی داریم که سایکل قبلی نداشتیم در این سایکل ما ETF های اثبات بیت کوین رو داشتیم داریم که سایکل قبلی نداشتیم بالاخره وضعیت اقتصادی متفاوت هستش آره درسته شاید بگیم که نه آقا رفتار نرخ بهره همونه کوانتیتی اره تایتینگ تایتنینگ همونه ولی خب به حال اسکیلشون متفاوت هست و طبیعتاً یک به یک قابل مقایسه نیستن اما در کل اگه بخوایم یک چیز بگیم یک میار بگیم که آقا کجا اون چاشنی اصلی میخوره کجا اون گلوله رها میشه شکست ثابت سا هزار دلار و یا آلتایم های قبلی هستش که همه چیز رو تغییر میده یک مورد دیگه هم در مورد داستان آلتایم های قبلی اگه بخوایم بهش اشاره بکنیم این هستش که این نمودار اگر خاطرتون باشه ابتدای سال 2024 با هم بررسی کرده بودیم کار خاصی اینجا انجام نشده صرفا از روی هاوینگ سایکل های قبل رو به هم چسبوندیم و داریم به هاشو نگاه میکنیم سایکل 2013 رو به رنگ آبی و سایکل 2017 رو به رنگ قرمز رنگ اینجا داریم می بینیم. و اگر بخوایم صرفا از لحاظ زمانی به این نگاه بکنیم که کجا آل تایم های قبلی شکسته شد میتونیم ببینیم که سایکل 2017 در واقع اگر مچ کرده شد رو نگاه بکنیم سایکل 2017 اگر قبلش مثل سایکل 2017 تکرار بشود یه جایی هلوهوش اکتبر امسال ما آزم های قبلی رو خواهیم شکستم اگر قرار باشه شبیه سال 2013 یا سایکل 2013 تکرار بشه چیزی حوالی جولای یا آگوست در تابستان امسال آزم های قبلی رو خواهیم خواهیم شکست آیا این امکان دارد که به خاطر ETF های بیت کوین این آلتایم های خیلی زودتر شکسته بشه حتی قبل از هاوینگ که آپریل 2024 این خط زرد رنگی که این وسط وجود داره آیا ممکن هستش که قبل از اینجا شکسته بشه بله همه چیز ممکن هستش ولی خب چیزی که میتونیم با اطمینان بگیم اینه که هر بار آل تایم های قبلی شکسته شده بعد از اون فاز اپول مارکت اصلی آغاز شده و دیگه کاملا بازار تصمیمش رو گرفته هنوز این اتفاق نیفتاده و هنوز باید به نظر من با کمی کاشن برخورد کرد با سیستم کماکان میگم این حرفایی که من میزنم علت این که خیلی دقیق صحبت نمی کنم این هستش که در شنونده هایی که در این کانال هستن دو گروه آدم وجود دارن یک گروه سرمایه گذاران هستن و یک گروه تریدرها ها هستن و خطرناک این کار برای هر کدوم از این دو گروه این هستش که بیان و به توصیه هایی که به حرفهای همدیگه بخوان گوش کنن رفتارها باید کاملا متفاوت باشه اگر سرمایه گذار هستین طبیعتا ما تازه داریم وارد این داستان بیت کوین میشیم به این به هیچ عنوان تموم شده نیستش این سایکل تازه اول راهه اما اگر تریدر هستین خیلی خیلی حواستون جمع باشه دیدین فاندینگ ریت رو دیدین اوپن اینترست رو دیدین لیکویدیشن پوینت ها رو خیلی خیلی حواستون باشه که چطور دارین ترید میکنین و اگرم میخواین ترید بکنین دنبال ریزش ها باشین دنبال ریزش های 20 تا درصدی باشین حتی اگر معتقد هستین که در ما اون در واقع بول مارکت اصلی آغاز شده که به نظر من هنوز اون بول مارکت اصلی آغاز نشده ولی اگر شکسته بشه 69000 طبیعتا آغازش رو میتونیم با هم دیگه جشن میگیریم خب بریم یه کمی به چارت نگاه بندازیم مثل همیشه از بیت کوین آغاز میکنیم بیت کوین در هفته گذشته آ... اتفاقی که براش افتاد این بود که یه کندل سبز دو تا کندل سبز بزرگ دیگه حرکت بیشتری به سمت بالا چیز خیلی دور از انتظاری نبود اما به نظر میرسه که مقاومت 64000 یا هزار چیز جدی براش شده و آیا س... سوال اینه که آیا میتونه بشکنه هم... در واقع خط بعدی رو یا نه این عدد 64000 عددی بود که هفته پیش بهش پرداختیم به علت اینکه اون قله که ما قله اصلی مینامیم و قله اول در 64000 اتفاق افتاد طبیعتا خیلی عدد مهمی بود برای بیت کوین اما اگر که به و, خط بعدی در واقع شکست به چی میگن مقاومت خیلی مهم بعدی که سر راهمون هست طبیعتاً آلتایم تایم های هستش و بعد از اون پا نخورده است این داستان همونطور که در لایو هم صحبت کردیم این هفته اما اگر به او نگاه بکنیم دوباره میتونیم ببینیم که خیلی حرف جدیدی به ما خیلی چیز جدیدی به ما اضافه نمیکنه شاید بشه یه کمی اگر بخوایم خیلی خیلی سخت ایرانه به نمودارش نگاه بکنیم شاید بشه گفتش که خب اینجا ما داریم تقریبا دایورجنس میبینیم ولی خب شاید هنوز زود باشه اگر که دنبال اگر تریدر هستید سرمایه نه اگر تریدر هستین و دنبال ترید شورت هستین به نظر من منتظر یک شکست خط روند از OBV حداقل بمونید اگر که منتظر شکست خط روند های بیت کوین نیستید خب پس این از بیت کوین حمایت ها کجاست همونطوری که دیدیم در نقاط لیکویدیشن. 61 هزار دلار 6500 دلار و البته حوالی 5 هزار دلار جایی که این بیس شکل گرفته اینا حمایت های بزرگی هستند اگر که چه سرمایه گذار هستین و چه در واقع تریدر هستین بازگشت به 50 هزار دلار یک ریزش 20 درصدی هستش ما گفتم ریزش های 20 تا 30 درصدی در بول مارکت نه در هر مارکتی ریزش های 20 تا 30 درصدی در بول مارکت نقاط بسیار خوب خرید هستند و اگر اتفاق بیفته مخصوصا اگر 30 درصد یا بیشتر اتفاق بیفته بسیار بسیار جذاب خواهند بود برای همه خب این از بیت کوین اگر بخوایم سریع به بازار بورس آمریکا بزنیم بازار بزر... بورس آمریکا خیلی اوزاش جالب بود هفته پیش هم با هم صحبت کردیم ولی فقط داره جالب و جالب تر میشه نزدک کماکان با قدرت خیلی زیادی و با متوصل شدن به 4 5 تا سهام محدود علل خصوص انویدیا در حال افزایش بوده و هست اما اگر به یک چیز بزرگتر نگاه بکنیم به 2000 تا شرکت راسل 2000 اگر نگاه بکنیم میتونیم که حتی اصلا نزدیکی آل تایم های هم نیستیم این اوضاع طبیعتا برای بازار اصلا خوب نیست توی گروه هم بچه ها فرستاده بودن خبرهای مبنی بر اینکه سیاست مدارها و سرمایه گذارها شروع کردن به فروش سهام هاشون اصلا عجیب نیست مخصوصا اگر در تکنولوژی سهام دارین الان جایی هستش که شاید بهترین جای ممکن برای سیو سود کردن باشد پس حتما حداقل به استاپ قرار بدیم برای در واقع سرمایه گذاری هایی که در بازار بورس در بخش تکنولوژی دارین اما بقیه بخش ها میگم اوضاش اصلا خوب نیست و شاید در این نقطه گردش به سمت طلا حتی فکر خیلی بدی نباشه پس این هم صحبت در مورد بازار بورس یه دو تا رو هم با هم بررسی بکنیم قبل اینکه بخوایم بریم تا که گفتم انویدیا با حرکات عجیب و غریبش به 840 دلار داره نزدیک میشه 820 خورده دلار رو هم روز جمعه تونست که بشکنه اما سهام مورد علاقه ما که از زیر 10 دلار داشتیم دنبالش میکردیم الان نزدیکی 20 دلار هستش اون تارگت اولیه مهم برای ما بود 20 دلار ببینیم که میتونه برسه به اونجا یا نه فعلا که خیلی خوب داره پیش میره ارنینگ مثبت رو هم هفته گذشته در واقع ارائه داد و خلاصه همه چیز گلو. بول, بول هستش اما بریم یه سر به فارکس بزنیم من به طور خاص میخوام که در مورد جفت ارزهایی که هفته پیش روشون صحبت کردیم صحبت بکنیم دلار استرالیا به ین ژاپن رو داشتیم این تریدی بود که گفتم من دوست ندارم بگیرم چون روندش مثبت هست اما دوستانی که گرفتن از هفته گذشته یعنی از اینجا بیا سه چهار تا کندل سبز قابل از... میخوام سن... کندل قرمز قابل توجه رو پشت سر گذاشتن امیدوارم که سود خوبی ازش گرفته باشن جفت ارز دیگه ای که راجبش صحبت کردیم هفته پیش دوباره جفت ین بود دلار آمریکا به ین این اونقدر حرکتش بزرگ نبود اما دوباره از اون ترید تریدی بود که من گفتم خیلی مایل به گرفتنش نیستم دلار استرالیا به فرانک سوئیس هم تریدی بود که گرفتم و یک حرکت قابل توجه اولا به سمت پایین داشتیم تقریبا تا ریسک بریوارد یک به دو خورده ای بود و بعدش فعلا برگشتیم به نقطه ورودمون اگر که دوره گنج رو دنبال کرده باشین حتما پیشنهاد میکنم این کار رو بکنین مخصوصا اگر میخواین در این بول مارکت آ، ترید بکنید یا اگر میخواین فارکس ترید بکنین حتما حتما پیشنهاد میکنم که دوره گنج چه چین و چه دوره تریدینگ به عنوان شغل رو دنبال بکنید ولی اونجا در مورد این صحبت کرده بودیم که یکی از استراتژی هایی که پیشنهاد کردیم بود که شما وقتی به ریسک ریوارد یک به دو میرسین یه بخشی از تریدتون رو میبندین استاپ ما میاد روی ریسک فری و میرسه روی اینجا و خب امیدوارم که این مسیر رو دنبال کرده باشین ولی خب الان که الانه هم این میتونه یک موقعیت دیگه باشه وضعیت با هفته پیش خیلی متفاوت نیست روند پرقدرت به سمت پایین و بازگشت به خط روند رو اینجا داریم کماکان اگر این بالا برسیم میگم برای من خیلی خیلی جذاب خواهد بود تریدی که از این بالا بشه صورت داد اما اگر نشه این ترید این پایین هم برای خودش زیبایی های خاص خودش رو داره جفت ارز دیگه ای که تریدش رو صحبت کرده بودیم دوباره یورو به ین ژاپن بود دوباره تریدی بود که من نگرفتم به خاطر روند سعودی کلی که وجود داشت ولی خب تقریبا اون هم به در ریسک فریش برگشت یه ذره پایین تر اگه ترید شورتو گرفته باشین احتمال یه ذره توی سود هستیم ولی خب ترید فوق ای نبود اما ترید فوق داشتیم و اون یورو به دلار نیوزیلند بود که تقریبا از لحظه که با هم صحبت کردیم به این ور کام کاملا توی سود بوده و اگر که بخوایم نگاه بکنیم حدود ریسک به ریوارد یک به چهار رو هم حتی موفق شد که بزنه مطمئنا بخش قابل توجهی از ترید تا اینجا بسته شده و سیو سودمون انجام شده از طرف دیگه فرانک سوئیس به دلار نیوزیلند هم اوضاع خوبی داشت این هم تا ریسک به ریوارد یک به سه موفق شد که پیش بره این هم بخشی از ترید بسته شده ریسک فری شده و میتونیم صرفا بهش نگاه بکنیم و در طی هفته های آینده صرفا از حرکتش لذت ببریم اگر که حرکت ادامه دار بشه امیدوارم که هفته خوبی پیش رویتون باشه هفته بسیار جالبی هست همونطوری که صحبت کردیم نظرتون رو برای من بنویسین به نظر شما چه اتفاقی خواهد افتاد دوست دارین رجوع چه چیزهایی صحبت بکنین در هفته نامه ها و یا حتی در ویدیوهای تکیمون و اینکه کلا نظرتون راجع به گنج و راجع به بازار چی هستش ممنون از همراهیتون به زودی میبینمتون و تا دیداری بعد خدا نگهدارتون باشه